می توانستیم به اصطلاح روشنفکرانی باشیم، بی درد، پر افاده، خودپسند، خاموشان در برابر ستمکاری حاکمان، جویندگان پست و مقام و ثروت در معبر جاه طلبی. از درد گفتن برای مردم سرودن دشوار است، می دانیم. گلوله را با کلمه می نویسند، اما وقتی که از کلمات شقی ترین گلوله ها را می سازند، چاره چریکی چون ما چیست؟ وای به روزی که تصمیم بگیریم مشت با مشت و گلوله با گلوله پاسخ بدیم. مجاهدین پیوسته به خط عدم درگیری خود با رژیم ادامه می‌دادند، در حالی که مراکز و دفاترشان در شهرهای مختلف پیوسته در معرض اشغال و تهاجم بود و آنها حتی سعی کردند مرکز مجاهدین را در تهران اشغال کنند، ولی به دلیل حمایت‌های مردمی مجاهدین موفق نشدند. در اوایل خرداد 60 زندان‌ها به خصوص در تهران، شهرهای مرکزی و شهرهای شمال بیش از 1180 تن از مجاهدین بازداشت شده بودند. حزب اللهی‌ها بدون شک با تحریک از سوی حزب جمهوری جنگ علیه مجاهدین را به راه انداختند. کمیته‌های محلی تلاش کردند که رهبران مجاهدین را دستگیر کنند. آنها روزنامه فروشی‌هایی که نشریه مجاهد را می‌فروختند به گلوله بستند. افرادی را که مزنون به هواداری از مجاهدین بودند کتک می‌زدند، خانه‌ها را با بمب مورد حمله قرار می‌دادند، به دفاتر انجمن‌های دانشجویان مسلمان حمله می‌کردند، کنفرانس‌ها را به هم می‌زدند و به طور فیزیکی به جلسه‌ها حمله می‌کردند و فریاد می‌زدند منافقین بدتر از کفار هستند. این شرایطی بود که مجاهدین در سال 60 باهاش روبرو بودن، دو سال بعد از بهار آزادی، بهاری که حالا به سمت یخبندانی سرد حرکت میکرد. تازه علارغم این که یک مبارزه کاملا مسالمت‌آمیز رو پیش برده بودن، خمینی هر روز بیش از پیش اثبات میکرد که دشمن آزادی هاست. آزادی مطلق که اونا میگن باید باشد این است که چریک‌های فدایی و فلان دسته منافق و فلان دسته کافر و فلان دسته‌ای که هیچ اعتقادی به اسلام ندارد آزاد باشن، هر چی دلشون میخواد بگن و هر کاری میخوان بکنن، ولو به ضد اسلام حرف بزنند آزادند و به ضد قرآن حرف بزنند آزادند و یه دسته نفهم هم میگن نخیر این چیزها باشد. این همون خمینی نبود که سال 57 قبل از اینکه بیاد رو کار میگفت اسلام حقوق بشر را محترم میشمارد و حق آزادی را نمیگیرد و مارکسیست ها هم آزادن؟ چرا؟ دقیقاً همون بود. مصاحبه اردیبهشت 57 خمینی رو با روزنامه لوموند بخونید، تماماً خلاف حرفهای بعد از انقلابش و عملکرد جنایتکارانش بود. خمینی تلاش کرد تا قبل از 30 خرداد 60 همه گروه ها رو به زانو در بیاره. یه سخنرانی کرد و به جبهه ملی اتهام ارتداد و تکفیر زد و از دور خارجش کرد. حتی در مورد بازرگان کاری کرد که توبه نامه نوشت و مصاحبه تلویزیونی کرد. طوری با گروه ها و احزاب و شخصیت های سیاسی برخورد میکرد که معلوم بود میخواد کاری بکنه که دیگه صدایی از کسی در نیاد. بنا به گفته ناظران، اوضاع در شرایط کنونی انتخاب بین سازش یا جنگ داخلی است. این از بلایی که سر بقیه جریان ها آوردن و شرایطی که تو ایران حاکم بود. اما ببینیم که وضعیت مجاهدین چطور بود. ما
مجاهدین از 5 تیر 59 به بعد اجازه داشتن دفتر رسمی یعنی فعالیت قانونی نداشتند. از مرداد 59 فتوای حلال بودن خون و مالشون داده شده بود. از 11 آبان 59 به بعد اجازه انتشار هیچ نشریه و کتابی نداشتند. از 25 آبان 59 رهبری مجاهدین به حکم دادستانی خمینی تحت تعقیب بود. هر هفته یکی دو نفرشان در خیابانها ترور می شدن. زندانها از هوادارانشون پر بود. خب چرا خمینی این کارو می کرد؟ مجاهدین که حتی یه بار هم شلیک نکردن، یک بار هم جواب این چماقدارها و پاسدارها رو نداده بودن. خمینی فکر نمی کرد که اینطوری وحشیانه برخورد کردن تأثیر معکوس رو جامعه میذاره؟ فکر نمیکرد به ضررش میشه، محبوبیتش به خطر میفته؟ چرا؟ خوب میدونست که داره از اعتبار خودش مایه میذاره، اما اینم خوب میدونست که اگه جلوی مجاهدین رو نگیره و به آزادی مجال بده، مجاهدین با روند روبه رشد و حمایتی که تو جامعه دارن قطعا تو انتخابات بعدی کل رژیمش رو جارو میکنن. بذار یه مثال بزنم. طبق آماری که مسعود رجوی به عنوان مسئول اول مجاهدین تو اون سالها در جنبندی سال 60 منتشر کرد، نرخ رشد تشکیلاتی مجاهدین در اولین سال فعالیت علنیشون 100% بود. البته این فقط مربوط به نیروهای تشکیلاتی سازمان بود، وگرنه نرخ رشد اجتماعی سازمان 10 برابر این بود، در حالی که وضعیت خمینی برعکس بود. رشد معکوس حمایت اجتماعی از خمینی. تعداد شرکت کنندگان در رفراندوم جمهوری اسلامی فروردین 58 20,228,021 نفر. تعداد شرکت کنندگان در رفراندوم قانون اساسی آذر 58 15,758,956 نفر. تعداد شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری بهمن 58 13,996,000 نفر. تعداد شرکت کنندگان در انتخابات مجلس شورای اسلامی اسفند 58 کمی بیشتر از 10,000,000 نفر. یعنی خمینی تقریباً هر ماه 1,000,000 رای دهنده را از دست می داد. خمینی در کمتر از یک سال 6,000,000 رای دهنده را از دست داد. تازه اگه اونقدر سرکوب و اختناق ایجاد نکرده بودن و خیلی چیزا روشن میشد، این روند خیلی سریعتر هم میشد. در مقابل سقوط آسانسوری خمینی، مجاهدین هر روز رشد بیشتری داشتن. مجاهدین در اون سالها دومین جریان سیاسی کشور محسوب میشدن. 500,000 میلیشیا داشتن و تیراژ نشریهشون بالای 600,000 بود. توصیف موسوی تبریزی از اون دوران رو بشنوید. مجاهدین خلق تنها گروه فعال مذهبی روشنفکری بودند که به سوی مبارزه مسلحانه رو آورده بودند و انصافاً هم فعال بودند و جزوه‌ها و مطالبی که پخش می‌کردند بین دانشجویان مذهبی و متدین جذابیت خاص خودش را داشت. به وسیله خود من خیلی از جوانان مذهبی و خوب جذب اینها شدند. اینها هزینه داده بودند و طرفداران حسابی هم پیدا کرده بودند. در نخست وزیری جلسه داشتیم. آقای مهدوی کنی که نخست وزیر بود پیشنهاد کرد به واسطه آقای طاهر احمدزاده با آقای رجوی صحبت بشود، بلکه راضی بشوند تا مذاکره و گفتگو کنیم، حتی اینها در بعضی پست ها قرار داده بشوند تا این قائله ختم بشود. خمینی برای به سکوت کشوندن مجاهدین همه کار کرد، از چماغداری و سرکوب و کشتار و شکنجه و زندان تا شعار مرگ بر مجاهدین در نمایش جمعه ها و رادیو تلویزیون و مطبوعات، تا داستان سرایی و دروغ پردازی های مختلف، مثلا نسبت دادن فساد به مجاهدین و وابستگیشون به آمریکا و اسرائیل و شوروی و عراق، معلوم نبود چطوری به همه اینها همزمان وابستن. اینجا بود که واقعاً به یک دوراهی رسیدیم. دوراهی ذلت یا شرافت.
Honor is something that all men are born with. It cannot be taken from you. Nor can it be granted. It must only not be lost. We now stand at the door of our final great act. The voice of our people. And the spirit of our nation. Every man at arms, or capable of bearing them, kneel! If you think for one second that the Capitol will ever treat us fairly, you are lying to yourself. Because we know who they are and what they do. This is what they do, and we must fight back. If this be our destiny, then so be it. But let history remember that as free men, we chose to make it so. اسیر تقدیر نباشیم، معلم تغییر باشیم. خمینی روزنامه ها را بست، احزاب را تعطیل کرد و سرکوب را در گسترده ترین نوعش تحت عنوان حزب اللهی یا نهادهای به اصطلاح انقلاب برقرار کرد. مدتی مستمرن اتمام حجت می کردیم. از مجلس ملی خبری نبود. احزاب سرکوب شده، روزنامه ها دهان دوخته، چماق تکفیر و انواع و اقسام چماق ها نیز تحت نام مذهب بر سر مردممان می‌بارید. دو سال و چند ماه بعد از حاکمیت ارتجاع، یعنی در 30 خرداد 1360، در حالی که همه راه‌های مسالمت را در نوردیده بودیم، این خمینی بود که ما را در معرض یک انتخاب بزرگ و تاریخی قرار داد. یا می‌باید مثل جریان‌ها و احزابی که با یک اشاره خمینی سر جایشان نشستند ندامت می‌کردیم، یا می‌باید آخرین فراخوان را برای اعتراض و تظاهرات مسالمت‌آمیز برای عقب نشاندن ارتجاع آزمایش می‌کردیم.